سلام، خیلی خوش اومدیم به میز تحلیل ورزش مدیا. امروز میخوایم راجع به مهدی طارمی صحبت کنیم، یه پکیج مفصلی از خوبی‌ها و بدی‌ها، نقاط مثبت و درخشانی که نمیشه ندید واقعا، و یه سری نکات منفی که فرصت لذت بردن از این پدیده استثنایی رو از ما دریغ کرده. مهدی طارمی خب نظر فنی من فکر میکنم هر چیزی که راجع به تواناییش بگیم کم، توضیح واضحات الانم که خدا رو شکر تو اینتر پاش به گلزنی باز شد، گل رسمیش هم زد تو بازی لیگ قهرمانان اروپا برابر ستاره سخت و تو پاس گل هم داد، جزء نامزدای بهترین بازیکن هفته لیگ قهرمانان قرار گرفت که واقعا اینا هر کدومش اتفاقای مهمیه. 12 تا گل زد تو لیگ قهرمانان. دوستش داشته باشیم یا نداشته باشیم، از نظر فنی پدیده استثنایی مهدی طارمی توی بوشهر فوتبالش پا گرفت، خدمت سربازیش هم تو پادگان نظامی انجام داد، یعنی حتی از اون امتیاز هم بهره مند نشد، سن نسبتاً بالا از با درخشش توی لیگ یک اومد پرسپولیس. روزی که به پرسپولیس ملحق شد مهدی طارمی، من کاملا یادمه که خبرنگارا و هوادارای پرسپولیس تو اون خیابونی که محل باشگاه اونجاست منتظر حضور مهدی دغاغله بودن، بازیکن ملوان که نیم فصل دوم لیگ 13 هم آقای گل شده بود و قرار بود بیاد پرسپولیس. وقتی مهدی طارمی برای عقد قرار داد اومد، فکر می‌کنم هیچ کس نشناختش، یعنی کمتر کسی متوجه شد که این اصلا برای عقد قرار داد اومده و فوتبالیسته. ولی خب امروز میتونید موقعیت این دوتا بازیکن رو بسنجید، ببینید که مهدی طارمی که موافق کنم قراردادش هم 1/6 آقای دغاغله بود به چه نقطه ای رسیده و ایشون به کجا. خیلی زود استعدادشو نشون داد از اون پاس پشت پای خیلی معروفی که به مرحوم هادی نوروزی داد تو بازی با لخویا، و خیلی مشخص بود که این بازیکن نیست که سقفش فوتبال ایران باشه، و رفت اروپا و بعد پرتغال و الان هم که تو اینتر خوشبختانه که بزرگترین ترانسفرهای تاریخ فوتبال ماست بدون حب و بغض، و کاری هم که الان تو این تیم داره میکنه از نظر عام و خاص قابل ستایشه. همه اینا یعنی مهدی طارمی فوتبالیست استثنایی و بزرگه، و درخششش مخصوصا وقتی به چشم میاد که تو عصر قحطی لژیونرهای موفق به سر میبره فوتبال ایران. سردار آزمون رو ببینید که من فکر میکنم با استعداد معادل خود مهدی طارمی الان به خاطر خوشباشی و راحت طلبی و اینا سر از لیگ امارات درآورده تو 28 سالگی، سامان قدوس، چه میدونم سعید عزت اللهی و غیره و غیره، شاید واقعا تنها فوتبالیست ایرانی که الان تو اروپا داره میدرخشه و از نظر فنی توانایی خودش رو نشون داده مهدی طارمی باشه. همه اینا یعنی ما یه فرصت استثنایی تو فوتبالمون داریم، ولی نمیدونم، نمیخوام انقلت بیارم، نمیخوام خش بندازم رو صورتش، اما واقعیت اینه خیلی از شما هم مثل من میدونید که فرصت این که ازش لذت ببریم و موفقیتش کیف کنیم و خودش شاید باعث شده که خیلی برامون فراهم نباشه. یه موقعی خاطرم هست این بازیکن ایرانی که رای بوندسلیگا شده بودن بعد از جام جهانی 98 فرانسه، موج بزرگی که درست شد، لژنره که ما داشتیم، اگه یادتون باشه یا بازیاشون رو مستقیم میدیدیم، حالا مثلا علی دایی توی هرتا برلین و آرمینیا بیلفیلد و کریم باقری، یا اگر بازی دیگه پخش میشد یه نوار قهوه‌ای رنگ بود که پای شبکه 3 می اومد و اون خبر میداد از طرف خود بوندسلیگا که تو بازی همزمان کی گل زده. هر وقت ما اسم علی دایی رو اونجا می دیدیم کیف میکردیم. من خاطرم هست وقتی اولین بازیای علی کریمی توی بایر مونیخ برگزار شد توی بوندسلیگا، مثلا شنبه و یک شنبه 4 و 5 بعد از ظهر، واقعا مثلا تو خوابگاه دانشجوی ما جمعیت خیلی زیادی جمع میشد فقط برای اینکه هر لحظه‌ای که علی کریمی صاحب توپ میشه همه به وجد میوادن، کیف میکردن ازش استفاده کنن. بله خب زمانه تغییر کرده، شرایط عوض شده یه ذره، ولی واقعا شاید مهدی طارمی امروز اگر از نظر شخصیتی که این بالانس تر بود، شاید یه سری اشتباهات انجام نمیداد، الان همون حال و هوا رو برای همه ما زنده میکرد. ولی خب نداریم، نمیشه، یعنی حتی اونایی هم که نگاه میکنن تحسین میکنن ته دلشون کیف نمیکنن. میتونستیم از مهدی طارمی خیلی بیشتر لذت ببریم شاید، اگر نمیدونم سال دوم حضورش تو پرسپولیس ادعا نمیکرد بزرگترین تیمه، شاید اگر رها نمیکرد تیمو بره ترکیه اون قرارداد عجیبو ببنده، شاید اگر فایل صوتیش با حسین هدایتی منتشر نمیشد که
توش گفته بود حاجی فقط به عشق خودت دارم برمیگردم. خیلی چیزای دیگه، شاید بعضی از اینا رو میشد بذاری به حساب جوونی، هیچ انتظاری هم نیست. همه آدم هم که بچه پیغمبر نیستن، قرار نیست که بدون ضعف و کاستی باشن. خیلی از فوتبالیست هم که امروز قدیس شناخته میشن، سرمایه اجتماعی بزرگی دارن، مثلا علی دایی کریمه و همشون جوونی هاشون اشتباهاتی داشتن. ولی مسئلمون با طارمی شاید اونجوری شد که حتی بعدا هم که اون دوره جوانی، اون دوره خامی رو که پشت سر گذاشت، همچنان نتونست مسلط بشه به خودش، همچنان نتونست نرخ این اشتباه کم کنه. بعدا اون ماجرای فوتوشوت ها پیش اومد، بعدا اون ماجرای مواضع ویرانگرش در قبال دراگان اسکوچیش. مثلا کاری نداریم اسکوچیش کیه، شاید اصلا دزد باشه، دلال باشه یا نباشه، فقط یه مربی موفق باشه، ولی اون چیزی که تو اون میدان دیده ما قرار داشت اون مقطع این بود که تارمی بهش ظلم کرد، چون ضعیف گیر آورد، چون اسمش کارلوس کیروش نبود و از جمله عوامل و ارکان کودتا علیه اون مربی و برگشتن آقای کیروش لقب گرفت. هنوزم که هنوز تارمی همین خلق و خو رو حس کرده. از ماجرای فوتوشوت ها که بگذاریم، همین الان این نسبت رابطه ای که با امیر قلعه‌نویی برقرار کرده، شکل امیر خان گفتنش که تومنی 700 نار توفیر داره با نوع تعاملش با دراگان اسکوچیچ. ما میتونستیم تارمی رو بیشتر دوست داشته باشیم اگر جلوی دوربین وای نمیستاد از مدرسه فوتبال امیر قلعه‌نویی تعریف کنه، تبلیغش کنه. حیرت انگیز این استانداردهای دوگانه و چندگانه توی آدمی که بعضی موقع تو فکر میکنی خیلی گرونه، خیلی گرونقدر و قیمتیه، ولی بعضی موقع فکر میکنی چقدر ارزون فروشه. برای مهدی طارمی، اگر این ویدیو رو میبینه، اگر تعقیب میکنه محتوای تولید شده راجع به خودش، از صمیم قلب آرزوی موفقیت میکنیم و شاید میدونیم که تو این حوزه‌ای که داره توش بازی میکنه، تو فوتبال، خیلی هم احتیاجی به آرزوی موفقیت ما نداره. خودش همیشه بازیکن با استعدادی بود، از توانایش به تن شکل ممکن استفاده کرده. دوست داریم اصلا از اینم بهتر و بهتر باشه. اما تهش من میخوام بگم این فوتبال تموم میشه این 2-3 سال آخر. الان 32 سالشه فکر میکنم، این 3-4 سال آخرم تموم میشه، بازنشسته میشه و فقط یک اسم ازش باقی میمونه. بعضی اشتباهات باعث شده که این اسم تا الان لاقل اون اسمی نباشه که از همه وجوه درخشان و ماندگار و جاویدان باشه. ای کاش تو این 2-3 سال آینده، ای کاش مهدی طارمی اخلاقش، رفتارش، جهانبینیش و نگرشش هم به اندازه فوتبالش تمیز کنه، یه کاری کنه که یه اسم نیک ازش بمونه، از این 3-4 سال آخرش فوتبالش خیلی بیشتر لذت ببریم. حیف این اسمه، حیف این نشانه به این ارزشمندی با اون همه تواناییه که همه اون میبینیم بای چه گلی زد، چه پاسی داد، کجا داره میدرخشه، سیمونه داره چجوری ازش تمجید میکنه، ولی حیف. این ولی حیف آخرش خیلی تکرار میشه و خیلی حیفه. ای کاش طارمی این افسوس رو در ما کمرنگ میکرد و این اتفاقی که تا الان نیفتاده، ای کاش تو فرصت باقی مونده بیفته لاغل. خیلی ممنونم که توجه کردیم این قسمت. خدا نگهدار.